بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه علاقمندان به تجارت و آرادی های عزیز. توصیه میکنم این فایل من رو با دقت گوش بدید، تا آخر گوش بدید و آخر صحبت ها به این فایل با دقت فکر بکنید. ما در دنیایی هستیم که مهمترین رکن و اساس زندگی هر فرد رو پول و اقتصاد داره تشکیل میده و ما بحث اقتصاد رو در زندگی های مردم جهان و همینطور مردم ایران خیلی داریم پررنگ میبینیم. هر کسی برای داشتن یک اقتصاد بهتر در حال تلاش کردن برای خودش و بعضی ها در تلاش هاشون به نقاط بالاتری میرسن، به نقاط بهتری میرسن و بعضی ها در تلاش هایی که انجام میدن به نقاط پایینتری میرسن. یکی از نکات ریز و خیلی مهمی که ما مجموعه آراد برندینگ اعتقاد داریم مردم در تلاش هاشون به نتیجه های خوبی نمیرسن، مسیر تلاش هایی که دارن انجام میدن. یعنی چی مسیر تلاش ها؟ ببینید، ممکنه بنده در زندگی خودم در روز 2 ساعت وقت بذارم، اما این 2 ساعت رو مثلا گذاشتم در شغل باغبانی. یه شخص دیگه، یکی دیگه هم میاد 2 ساعت وقت میذاره در شغل طلا فروشی، یکی میاد 2 ساعت وقت میذاره در شغل کارگری. این 3 شغلی که برای شما گفتم هر 3 از نظر زمان 2 ساعت وقت گذاشتن، اما از حیث انرژی که از اینها رفت فرق میکنه، متفاوت بود. طلا فروش 1 انرژی رو گذاشت، کارگر 1 انرژی رو گذاشت. 2 ساعت انرژی که از یک کارگر میره شاید 10 برابر انرژیه که از یک طلا فروش رفته. یعنی اگر شما 2 ساعت دم مغازه طلا فروشی بایستید چقدر از شما انرژی میگیره، یا اینکه برید کارگری بکنید. یعنی در واقع میبینید این زمانها یکی بوده، اما تلاشهای کارگر 10 برابر طلا فروشه. در نتیجه میبینید اقتصاد طلا فروش خیلی بهتره و وضع اقتصادی طلا فروش از کارگر بهتره. یعنی ساعت کاری یکسان، تلاش کاری بیشتر کارگر، اما سود بیشتر طلا فروش. خب نکته در کجاست؟ نکته در مسیر شغلیه که انتخاب کردن. یکی شغلش رو در طلا فروشی قرار داده و یکی در کارگری، و این یک واقعیت قطعیه که ما درک بکنیم که بعضی از مشاغل انرژی های بیشتری میگیرن و سود کمتری به ما میدن، بعضی از مشاغل انرژی های کمتری میگیرن و سود خیلی بیشتری به ما میدن. الان ببینیم در جهان یه قشر خاصی ثروتمندن. یک بار نگاه بکنید ببینید چرا ثروتمندن. آیا ساعت کاری بیشتری رو کار میکنن؟ آیا میزان انرژی بیشتری رو میزانن در کارشون؟ واقعا نه. و نکته در اینجاست که هر کاری رو اونها انجام نمیدن. اونها فهمیدن هر شغلی ارزش انجام دادن رو نداره. اونها هیچ وقت کارگری نمیکنن. اگر بیکار هم باشن هیچ وقت کارگری نمیکنن. با خودشون بستن، قطعی کردن که فقط توی یک سری از شغل‌های مشخص کار کنن. بحث ما اینه که اگر شما با خودتون ببندید که یک سری از مسیرهای شغلی رو اصلا کار نکنید که اونها سودآور نیست، به جاش بیاید یک سری مسیرهای شغلی دیگه ای رو انتخاب بکنید، اون موقع موفق میشید. حرفمون اینجاست به کل تاریخ جهان شما نگاه بکنید، به کل جغرافیای جهان نگاه بکنید، از گذشته تا امروز، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، به هر قسمت که نگاه بکنید اون راه و اون مسیری که بیشترین سود رو داشته با کمترین انرژی فیزیکی و جسمی و با کمترین زمان مورد نیاز فقط و فقط تجارت بوده، یعنی خرید و فروش. حالا ممکنه یک شخصی برای اینکه بخره و بفروشه خودش تولید کننده اون محصول باشه، میشه کارخونه دار. پس کارخونه دارها هم به یک نوعی تاجر هستن، و یا اصلا از کارخونه یک کس دیگه این میگیره و خرید و فروش انجام میده. دلیل اینکه بسیاری از مردم دچار ضعف اقتصادی هستن اینه که خرید و فروش رو بلد نیستن، تجارت رو بلد نیستن، و اگر اینها تجارت رو بلد بودن و وارد تجارت میشدن الان خیلی از زندگی ها فرق میکرد و موفق تر بودن. نکته ای که انتظار دارم عزیزانی که این فایل رو گوش میدن توجه داشته باشن اینه که تجارت از همه شغل ها از لحاظ اقتصاد و درآمد خیلی قوی تر و بهتره. یک بار با خودتون فکر بکنید مردم و اقوام 1000 سال پیش کیا ثروتمنداش بودن؟
میبینید تاجرهاشون، مردم اقوام الان کیا ثروتمندای جهان هستن؟ میبینید بازم تاجرها ثروتمندن، تولید کننده ها، یا نه تولید کننده هم نیستن، محصول رو کس دیگه ای تولید میکنه و اینها میفروشن. اگر کسی اطراف شما هست وضعش خوب نبوده و خوب شده، میبینید یک خرید و فروشی انجام داده. تجارت شغلیه که اولا نامحدوده، برخلاف خیلی از شغلها که محدودیت دارن، تجارت نامحدوده. مثلا اگر کار خدماتی دارید محدودیت دارید در اجرای اون خدمات، ولی در تجارت اینطور نیست. یکی میاد میگه 1000 تن میخوام، فرداش یکی زنگ میزنه مثلا میگه 10000 تن میخوام. پس در میزان سود شما اصلا محدود نیستید. نکته بعدی اینه که در تجارت اصلا زمان دست خودتونه، مکان دست خودتونه، هر جایی باشید، هر وقتی میخواید کار میکنید. میزان انرژی که در تجارت میذارید تقریبا نزدیک به صفر نسبت به شغلهای دیگه، یعنی شغل لذت بخشی هم هست. ولی اون چیزی که در تجارت خیلی مهمه دو تا چیزه. اول اینکه انسان دانش تجارت رو باید داشته باشه، تجارت رو بشناسه. شناخت تجارت خیلی مهمه. اینکه یک مسیر حرکتی هست که میگیم خیلی پرسوده، درسته، اما اگر کسی تجارت رو درست نشناسه خیلی به موفقیت هایی هم نمیرسه، حتی بعضا ممکنه ضرر های خیلی بدی هم در تجارت بده. و نکته دوم اینه که این شخص که تجارت رو یاد گرفته راهنمای خوبی هم داشته باشه. ببینید اکثر کسانی که تاجر هستن فرزندان یک تاجری بودن، اکثر کسانی که کارخونه دار هستن فرزندان کارخونه داری بودن. نه اینکه بگیم در همه اینطوره، نه، ولی در خیلی ها به این صورت بوده و هست. و میبینید کسانی که خودشون فرزند کارخونه دار نبودن یا فرزند تاجری نبودن، اینها به سختی تونستن تجارت بکنن یا کارخونه دار بشن. اما اونی که پدرش تاجر بوده، خب پدرش بزرگترین راهنمای برای خودش، اشتباهای راه رو میبینه، میدونه و راه درست رو از غلط تشخیص میده و بهش میگه. پس داشتن یک مشاور، داشتن یک راهنما در مسیر شغلی خیلی مهمه، تا زمان رو از دست ندید، تا ضررهایی رو انجام ندید که ناامیدتون بکنه از مسیر شغلی که دارید. امیدوارم رو این صحبت‌های من با دقت فکر بکنید و اگر سوالی بود، ابهامی داشتید در مورد این صحبت‌ها، یا اگر نظر دیگه‌ای داشتید خوشحال میشم بشنوم و با هم در میون بذارید. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.